امام حسین مثل جرقه است، بزنه مثل انبار بارود میتره که محبوب دوست داشتنیه. چند وقتی پیش خانواده اومده بودن دفتر ما، خیلی خانواده عجیب غریب بودن، روس بودن. اینا شوروی که سقوط میکنه میرن سفارت ایران، میگن کتاب بده به ما ببینیم چیه. 70 80 سال از دین جدا نگردشتیم، دین چی چیه؟ یه کتاب میگیرن از سفارت ایران، معلوم چیه کتاب چیجی بوده، یا اسم کتاب من یادم نبود. ما خوندیم، ما مسلمون شدیم. نه شیعه میدونستیم چیچیه، نه سنی میدونستیم چیچیه. خود این خانم برام تعریف میکرد، من فکر کنم دو هفته نمیشه اومده بودم شو. بعد الان مقیم آلمانه، شوهرش هم پزشک. میگه ما بلند شدیم، خب باید بریم حج. اینا چی مسلمان بریم اونجا چهار تا مسلمان بریم سوال بپرسیم؟ نه اینترنتی بوده، نه هیچی نبوده. تو مملکت خودشیم که همه چی تعطیل. میگه ما زمینی اومدیم از ایران، رد شدیم رفتیم عراق. نه رفتیم عراق، از عراق لب مرز فهمیدیم که زمینی باید بریم عربستان. گفت ما رو نگردشون رامون ندادن. میگه من نشستم شروع کردم گریه کردن، این همه خسته کوفته، ما اهل روسیه اون هوای سرد اونجا گرم. میشیم گریه میکنیم که سید اولاد پیغمبر شد میشه حاج آقایی. گفت چه گریه میکنم؟ گفتم می‌خواستیم بریم حج نشده. گفت من نشنید این روایتو. روایت دیگه چی چیه این حرفو؟ کی هست؟ از پیامبر چی گفته؟ آقا اینجا یه حسینی هست اونجا هم میتونی بری. گفت کربلا. میگه ما نمی‌دونیم کربلا چیه، نمی‌دونستیم چیه. یه تاکسی اونجا گفت ما کربلا شما. گفت آره. گفت من شروع کردم تو مسیر همینجوری گریه هم میاد، همینجوری گریه هم میاد، نمیدونم چی، این حرارت این فیقلوب. و رسیدیم کربلا، میگم چیزی مثل مسجده، دراش بسته تعطیل. یا همینطور من گریه میکردم، شوهرم گریه میکرد، گریه میکرد. آقا اینجا کجا؟ چند روز اونجا موندیم، رفتیم از حوزویه اونجا، بعد رفتیم نجف کمی سوال بپرسیم و اینا. تعجب میکردن شما کی اینجا چیکار میکنید. بعد جالب اینا شیعه میشن میان ایران، میگن اینجا مرکزیت تشیع. یه پزشک دو سال تمام تو حرم امام خمینی، موقع اینقدر تجهیز نبوده، میگفت دو سال ما توی ماشین زندگی میکردیم با بچه کوچیک. دو سال اینجا مسجد بیخی گوشش داشت بیبری مسجد دلش کن. دو سال گفت اونجا پلیسا دیگه ما رو میشناختن. بعد ایشون شوهرش بلند میشه توی یکی از این نماز جمعه داد و بیداد میکنه های هاشمی که آقا اون چیزایی که ما از امام فهمیدم جور نیست با چیزی که تو میگی، ممنوع الورود الال ابد به ایران. شوهرش آلمان بنده خدا، زن اومده رو زیارت امام رضا، انقدر جذابیت داره.